سلام عرض میکنم به گرمی خدمت همه شنونده های عزیز. پنجشنبه ها شد و با موضوعات روانشناسی در کنار شما دوستان گرامی هستیم. موضوعی که این هفته میخواییم بررسی کنیم موضوع تغییره. شناخت مسئله، انتخاب راه حل، اقدام و عمل کرد برای بهبود. چی میشه که ما نیاز داریم به تغییر؟ چی میشه که نوازش امید و انگیزه به وجود میاد؟ تغییر یه کار فردیه، کاری نیستش که با فکر کردن فقط به وجود میاد. نیاز به اقدام داره، عمل داره. و توی این راستا ما حلقه گشتال رو بررسی میکنیم که توی این حلقه یاد میدیم که چگونه برانگیخته بشید، پیشرفت کنید و دنیای کودکیتون رو به تحقق امروزتون اکنون و اینجا تبدیل کنید. اگه دنیای کودکیمون رو به دنیای امروز بیاریم، یعنی به عبارتی تحلیل کنیم گذشته رو و حالمون رو بسازیم، آینده خودش ساخته میشه. سخنی که امام علی در این باره گفته، میگه کسی که عاقل است از دیروزش عبرت میگیرد و آن را برای خودش آشکار میکند. ما همه در گذشتمون یه معماهایی داشتیم که نیاز داره این معماها آشکار بشه، باز بشه، درس گرفته بشه، تحلیل بشه که چرا چرا چرا. بعد از سبب شناسی شروع میکنیم به حرکت کردن و اینکه این مسئله باید حل بشه. کوچکترین رفتارها باید بررسی بشه در گذشته. رابطه ما با مادر پدرمون، والدین با ما، رفتارها، نگاهها و کلن همه چیز، تا بتونیم آینده‌ای که پیش رومون هست و خیلی عالی تر بسازیم. نیاز به تغییر حالا از کجا به وجود میاد؟ وقتی درون احساساتمون نارضایتی وجود داره، تعادل وجود نداره، غم داریم، ترس داریم، خشم، نفرت، انتقام، و این باعث میشه که هر لحظه نیاز به تغییر رو درون خودمون حس کنیم و این آتش درونی مجال گفتگو رو هم از حتی از ما میگیره، به خاطر اینکه تفکراتمون ناکارآمد شده. و اما تفکرات ناکارآمدی که ما رو میکشونه به سمت قدم اول چرخه گشالت که همون برانگیختگی هست، عبارت است از نشخوارهای فکری. فکرهای منفیمون رو بالا میاریم، بررسیش میکنیم، انرژیمون رو میگیره و بدون اینکه به جوابی برسیم همینطوری هی فکر میکنیم و جوابی هم نیست درش. فقط فکر میکنیم، زیاد فکر میکنیم بدون راه حل. شروع میکنیم برچسب زدن، قضاوت کردن، انکار و مراحلی که به وجود میاد. تغییر روی این سه مورد تأثیر میذاره: احساساتمون، تفکراتمون و جنبه بین فردی که روابط خوبمونه، الگوهای زندگیمونه که به بقای ما کمک میکنه. و بعد از یه مدت که در یه مسیری باشیم، از کارآمد بودن خودمون کم میشه و شروع میشه میریم به سمت ناکارآمد بودن، و این ناکارآمد بودن باعث میشه که ما دیگه اون تحققی که قبلا داشتیم، امید، انگیزه‌ای که داشتیم رو از دست بدیم و کم کم حسایی که به سمتمون میاد حسی نباشه جز اینکه باید تغییر کنه، باید برانگیخته بشه. باید تفکراتمون رو آشکار کنیم و با خودمون رو راست باشیم. البته اینو گوش زد میکنم که باید تو مقایسه با خودمون این کارو انجام بدیم، نه اینکه ببینیم یه کسی به یه جایی رسیده و ما برانگیخته بشیم که ما هم به اونجا برسیم. نه، این درست نیست. با توجه به توانمندی های خودمون این کارو انجام میدیم. تفکر و اشتباه زندگی همین درد هاست. این مثلا یه دیدگاه اشتباه که میگه آقا توی تفکر و اشتباه زندگی و همین دردا میدونن، ولی درستش اینه که زندگی درد هم داره، ولی همش درد نیست. اگه این دیدگاهو دارید، خب نیاز به تغییره، چون احساساتتون توی تعادل نیست، تفکراتتون به جای کارآمد بودن رفته به سمت ناکارآمد بودن. و بعد از آشکار شدن رفتارهای گذشته به نقطه برانگیختگی میرسید.
مثلا شنیدید که میگن از شنبه شروع میکنیم، از امروز شروع میکنیم، از یه ساعت دیگه شروع میکنم، من تغییرش میگم، من میتونم، من میسازمش و از اینجور حرفا. توی چرخه گشتالت بررسی که انجام شده با تقریبا میشه گفت تقریبا که 90% 6 قدم داره که یکی یکی قدم ها رو بررسی میکنیم. توی قدم اول نقطه برانگیختگیه که شروع تغییر رو به ما نشون میده. هیجانی توی این قدم وجود نداره، یه تصویر مشوشی از ایدئالی که میخوایم برسیم و این خستگیه رو تو ذهنمون داریم. میدونم که خوب نیست و باید تغییر کنه، این یه قسمت کاره که حس میکنیمش. ما تقریبا میشه گفت مثلا توی جنگلی گیر کردیم پر از درخت که عمق این جنگل انقدر زیاده که راه خروج و ورود رو گم کردیم. حتی نمیدونیم که کدوم درخت به دردمون میخوره، یعنی کجا رو باید نگاه کنیم. همینطوری فقط افتادیم، امیدواران امیدمون رو از دست میدیم، انرژیمون داره تموم میشه و گزینه ای نیست، ولی میدونیم که باید تغییر بشه. یه جور کلافگی وجود داره. تو قدم دوم، قدم آگاهی، اینجاست که امید وارد کار میشه. نگاه میکنیم، میشنویم، مشاوره میگیریم، کتاب میخونیم و با افرادی که موفقیت رو به دست آوردن صحبت میکنیم. آگاه میشیم که احساس، تفکر و روند درونی خودمون باید به چه نحو تغییر کنه، به چه نحو پیش بره. ایدئالمون رو پیدا میکنیم و امید و انگیزه اینجا ناخودآگاه خودش به وجود میاد. مشکلی که تو این قدم وجود داره اینه که ما بعضی وقتا انقدر خوب میبینیم همه چی خودمونو که این اتفاق میفته. با یه مثال میگم، دو تا خورجین رو دوشمون داریم، یه خورجین پشتمونه، یه خورجین جلومونه. خورجین جلویو افکار، تفکرات، خصوصیات خوبمون پر کرده و خورجین عقبیو افکار بد، انکار، بدیا و اتفاقات بد پر کرده. بعضی اوقات این تفکر توی قدم دوم به وجود میاد که شروع میکنیم خورجین جلویی خودمون رو میبینیم، یعنی خوبیای خودمون، و بدیا و منفیای افراد جلوییمون رو میبینیم. گفتم خورجین عقبیمون بدیا رو داره نشون میده دیگه، و این مشکل باعث میشه که آگاهی نادرست پیدا کنیم به مسائلی که وجود داره. یه جورایی باعث میشه که دوست نداشته باشیم خورجین عقبیمون رو ببینیم. اینجا نقطه دردناک تغییره. وای به حال کسی که، وای به روز کسی که ایراد خودش رو آشکار نکرده باشه. البته منظور از آشکاری اینه که واقع بینانه بررسی کنیم، توهم نزنیم که من خوبم و اینا. ما خودمون رو بشناسیم، بدی ها و خوبی هامون رو بشناسیم. به جز افرادی که بیماری های ژنتیک دارن، بقیه افراد باید بدی های خودشون رو کامل بررسی کنن. البته اونا هم باید بررسی کنن، ولی پذیرفتن و تغییر اون بدی ها برای ما راحت تره تا افرادی که بیماری های ژنتیک دارن. در این تغییر، این ناحیه، این حساب وجود میاد، سرکوب، انکار، واکنش وارانه، و شروع میکنه به ندیدن، نشنیدن و نفهمیدن، چون میگه فقط خوبی ها رو باید دید. در صورتی که نه، هم خوبی رو باید ببینی، هم بدی رو. بدی رو اصلاح کنی و خوبی رو نگه داری. مثلا کسی که تو رابطه هاش مشکل داره، که همیشه روابطش به شکست میخوره و انسانیه که از نظر احساسات و تفکر دوگم شده و نمیخواد تغییر کنه، تحجر داره. در لحظه برانگیختگی و خستگی از ماجرا، اگه به آگاهی ختم بشه که مسیر خوبه، عالی پیش میره، مثبت و منفی خودشو پیدا میکنه و خوب میره جلو. ولی اگه برانگیخته بشه، دوباره تلاش رو دست و پا بزنه و این که من میدونم، من میشه، و انکار کنه همه بدی های خودشو و انکار کنه تمامی بیمسئولیتی های خودشو، انکار باعث انکار و سرکوب باعث دوری از آگاهی مثبت میشه و میره به سمتی که من عقاب تیز پروازم و دیگران حشراتی ریزن، سوسک و سوسک بچه هم، اونا لیاقت منو ندارن.
در کل نمیخواد ببینه چه تأثیر گذار، چقدر خودش تأثیر گذار بوده توی اون رابطه و چقدر خودش سهم داشته. طبیعت نشستم، صدای بادم میاد، امیدوارم زیاد اذیت نکنه. باید آگاه بشیم که چه کردیم و طرف مقابل چه کرده. این نقطه خیلی مهمه، سعی کنیم درست ازش رد بشیم. توی قدم سوم انرژیامون بسیج میشن با هم، تمرکز پیدا میکنیم راجع به اتفاقاتی که داره میفته، با توجه به امیدی که از آگاهیامون داریم رازها و راه حلها رو پیدا میکنیم. و تو قدم چهارم انتخاب میکنیم و خیلی مهمه اینجا. اگه تا الان این گونه رفتار کردم، از الان به بعد تعهدی خواهم داد و با مسئولیت تمام طور دیگه رفتار میکنم. از محدودیت ها باید بیرون اومد، باید امنیت های جدید به وجود آورد. همیشه امنیت خوشاینده چون قابل پیش بینیه. از محدوده امن پامونو فراتر بذاریم و امنیت جدید رو تو جای جدید به وجود بیاریم. اینجاست که ترسامون از بین میره، استراب ها از بین میره و البته یه مقداری مقاومت وجود داره که عادیه. و توقع نداشته باشید که توی یه پادکست کوتاه مثلا یه ربعه بشه تغییر رو کلن توضیح داد. این جهت آگاهیه، جهت دونستن اینه که ما واقعا میتونیم تغییر کنیم، ولی خب مراحل داره، حدودا 3 سال طول میکشه زمان تغییر. مرحله پنجم مرحله عمله و مشکلی که اینجا وجود داره اینه که نمیدونیم چجوری عمل کنیم. مرحله ششم استراحت. توی این مرحله رضایت و استراحت وجود داره. ترم مزلو رو چند وقت پیش بررسی کردیم و گفتیم که نیازها بررسی میشه، سبب شناسی میشه و بعد از اینکه اقدام و عمل توش به وجود اومد، ما به انسان خودشکوفا و فرارونده تبدیل میشیم. و انسان خودشکوفا و فرارونده هر روز، هر ساعت، هر لحظه از این چرخه گشتالت استفاده میکنه. تو دو تا قدم هستش که احتمال تسلیم وجود داره و ممکنه ما پرچیم به مرحله قبلتر، مرحله آگاهی، و در نهایت برگردیم عقب، دوباره برانگیخته شدن و تسلیم بشیم و شکست رو قبول کنیم و نخواهیم تغییر کنیم. مرحله چهارم و مرحله پنجم انتخاب و عمل. توی انتخاب و عمل اگه درست انجام ندیم، درست مسیر رو نریم و نخواهیم با واقعیت‌ها و اکنون اینجامون درست پیش بریم، حقیقت‌ها رو نخواهیم ببینیم، این ناحیه‌هایی هستن که ما رو پرت می‌کنن به قدم دو، قدم یک. افرادی که از مسکن‌های استفاده می‌کنن، مثلا پدری که از موبایل استفاده می‌کنه یا مادری که از موبایل استفاده می‌کنه و پدری که معتاد به استفاده از کامپیوتر هست و غیره، اینا باعث میشن که یک خانواده برانگیخته بشه. حالا حساب کن این مسیر 6 مرحله‌ای برای یک خانواده اتفاق میفته که برانگیخته بشن، آگاهی نیاز داشته باشن و انرژیاشون بسیج بشه، انتخاب کنن و عمل کنن که ممکنه اتفاق خوبی توی مسیر نداشته باشه. حالا چرا که این اتفاق میفته؟ چرا پدر به سمت موبایل میره به جای اینکه همسر داشته باشه؟ چرا ناامیده و چرا نوازش هایی نمیگیره؟ اینا مسائلی هستش که تو پادکست های بعدی بررسی میشه. و موضوعی که خیلی مهمه و در انتها باید بررسی بشه اینه که نسبت به مقاومت هامون نباید حساس بشیم. بدو بدو اقدام کن، بدو بدو آگاهی پیدا کن، بدو بدو انتخاب کن، دیر میشه، وقت نداریم و اینا نباید اصلا عجله‌ای توش باشه، بلکه بدتر هم میکنه ماجرا رو و ما رو میبره به سمت برانگیخته شدن و قدم یک. وقتی به مقاومت میرسیم، خیلی قشنگ و زیبا بیاییم مقاومتمون رو بررسی کنیم به جای کلکل و جواب مناسب ندادن به مقاومت هامون. بیاییم علت و ریشه این مقاومت رو توی گذشتمون پیدا کنیم و با به تعادل رسیدن
خودمون رو جابجا کنیم و وارد مرحله های بعدی بشیم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم و امیدوارم که روزتون هر لحظه عالی تر از قبل باشه.